عزیزانم خیلی خوشحالم میبینمتون. هر دفعه که اینجا میستم بزرگترین فیض برای من اینه که چهره های زیباتون رو میبینم، میتونم از اینجا جماعت زیبای خداوند رو نظاره گر باشم. با من فیض عظیمیه. آمین که عزیزان ما، همراهان ما هر جایی که به ما میپیوندن حالشون خوب باشه، سرحال باشن، سلامت باشن تا با شادی با همدیگه به سوی کلام خدا حرکت کنیم و باشه که در نام سرور کلیسا عیسی مسیح خداوند با من امروز دعای قلبم این بود که امروز به طور خاص‌تر زبان من از سرم فرمان بگیره، چون تمامی اهمیت کلیسا در سر کلیساست. عیسی مسیح زنده و مقتدر کلیساست. آمین. و باشه که زبان من تماما از سرم فرمان بگیره، چون او خداوند تاریخه، چون خداوند ما عیسی مسیح پادشاه کائناته و او فقط یک چهره مبهم از در بین کلیساش نیست، بلکه شخصیتی زنده و پویا که در میان کلیساها میخرامه و تک تک اعضای کلیسا رو به نام میشناسه، تک تک اعضای کلیسا رو به طور فردی نیازاشون رو درک میکنه و میشناسه. من فکر میکنم هیچ کس در طول تاریخ تا حالا نتونسته مثل پولس رسول به ماهیت وجودی کلیسا از طریق روح خدا پی ببره. محققین کلام خدا اتفاق نظر دارن که میگن یکی از پرعظمت‌ترین رسالات پولس در تمامی کتاب عهد جدید که در مورد کلیسا صحبت شده راجبش نامه به اخصاصیانه، رساله آسمانی از آن، رساله پرقدرت، رساله که افق دیده تک تک اعضای کلیسا رو درباره اون نقشه ابدی و ازلی خدا راجب بدنش راجب کلیسا وسعت میبخشه. نامی که قدرت بی قیاسه، قدرت نامحدوده، قدرت بسیار عظیمه، روح خدا رو در کلیسا در این نامه یادآوری میشه بارها بارها. نامه‌ای که قدرت خدایی رو به تصویر میکشه که در رحمانیت دولتمنده و به خاطر حیثیت محبت عظیم خودش تک تک ما رو که در خطایا مرده بودیم از آن در مسیح عیسی زنده کرد، نه فقط زنده کرد بلکه بلند کرد، در جاهای آسمانی در دست راست خدا نشانی، در دست راست مسیح نشانی. باور میکنین عزیزان اینا حقایقیه که باید با پوست و گوشت و استخونمون به وسیله روح خدا تجربه کنیم و هم تو دست شیطان و تمام نیروهای سرسپرده او رو در این رساله چقدر زیبا رسوا و افشا کرده. و پولس به خاطر این مکاشفه الهی که در حال دریافت او بود از همون باب یک با تمامی اون افکار روشن و تابناکی که داشت انگار به یه جای بر میخوره که انگار در بسته است، یه جایی که وقتی ما ملاقات میشیم انگار از اونجا جلوتر نمیریم، انگار پولس اونجا به زانو در میاد، انگار دیگه نمیتونه با صحبت همجور معمولی بنویسه و بگه، فقط یه کلماتی بی مثال مثل چشمه جوشان از درون او بیرون میاد به وسیله روح خدا و بر زبان او به عنوان یک دعای پرقدرت برای تک تک ما از آن جاری میشه. قبل از اینکه ادامه بدیم با اینکه این سرود رو خوندیم ولی خیلی تو قلبم این دعای پولس رو در نام عیسی مسیح با قدرت روح القدس در این فضا دوباره عطرش رو بپراکنیم. آمین. در جانهای ما، در وجود ما، پولس رسول میگه خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلاله دعا داره میکنه روح حکمت و کشف رو در شناخت خودش به شما بده، کلیسا بده، تا چشمان دل ما روشن بشه تا بدونیم امید دعوت ما چیست و کدام است دولت میراث ما در عیسی مسیح خداوند و چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او
کلیسا نسبت به مؤمنین بر حسب توانایی قدرت اون، توانایی قوت اون و جنس قوت داره میگه. چه قوتی؟ همون قدرتی که در مسیح عمل کرد. هللویا. در جنس اون قدرت رو میگه. کدوم قدرته که کلیسای خداوند رو در ضعفاش امداد میکنه؟ کدوم قدرته که چشمای دل ما رو باز میکنه؟ اون میراث بی نهایت عظیم ما رو به ما میده و اون قدرت عظیم او ما رو در ضعفای ما امداد میکنه. همون قوتی که مسیح رو مردگان برخیزانی به دست راست حضرت اعلی نشانی بالاتر از هر ریاست و قوت و قدرتی که در این جهانه، نه فقط در این جهان بلکه در جهان آینده نیز هست و او را سر کلیسا ساخت. او را سر کلیسا ساخت. تمامیت کلیسا که همه رو از همه ما رو در او پر میکنه. این دعای پولس است. همه چیزها را زیر پاهای او گذاشت، هم تو زیر پاهای کلیسا که بدن اوست. تک تک ما بدن اوییم و پوری او پر میشیم عزیزان. ولی صد افسوس واقعا متاسفانه که انگار کلیسا بعد از پایان قرن بیستم در اون حق فرمان روایی خودشو، حق اقتدار خودشو انگار یادش رفته، انگار داره گم میکنه، انگار یادش رفته که پادشاهش چه پادشاه ابرقدرتیه و چه پاگونی روی شونه های کلیساش گذاشته. لوقا باب ده آیه 9 میگه اینک به شما قوت میدم که بر ماران و عقرب‌ها و تمامی دشمن پایمال کنیم، پا بذاریم و هیچ چیزی به شما صدمه نزنیم. دوباره در متی باب 16 فکر کنم آیه 28 میگه کلیسای خودم رو بنا میکنم. هللویا. که هیچ ابواب جهنمی بر اون استیلا نداره، هیچ دروازه شیطان و مشورتهای او بر این کلیسایی که خدا بنا میکنه چیره نخواهد شد. ولی این بار برعکس از ما ظاهرن دشمن و نیروهای افلالگرش به ضد اقتدار و ماهیت کلیسا میستن و با استراتژی های خاص خودشون دارن کلیسا رو پایین میکشن. به جای قدرت کلیسا داره ضعف به هم میرسانه. اون فریبنده، اون گمراه کننده، اون ضد مسیح و ضد بدن مقدس مسیح که کلیسا رو و تأثیر کار خدا رو داره کم کم نابود میکنه. اگه ما متوجه نشیم که ماهیت ما و اقتدار ما و مقام رفیع ما در این دنیا در دو جهان چیه، و این باعث میشه که دل سردی هایی به وجود بیاره. عزیزم در پرانتز میخوام بگم وقتی از دشمن صحبت میکنم، شیطان صحبت میکنم، عزیزم دشمن کلیسا مردم نیستن، خواهر برادرای ایماندار ما نیستند، آزادی خواهان نیستند، تندروها نیستند. دشمنان ما حکومت های ارتجایی و تمامیت ها نیستند. دشمن اصلی بشریت و به خصوص کلیسا در سایه دنیای نادیدنی کمین کرده و افراد رو مثل مهری در صفحه شطرنج به حرکت در میاره. اول یوحنا 5 میگه، میگه تمام دنیا در شری خوابیده و این مدعی برادران به طرق مختلف به کلیسای محلی حمله میکنه و بیشتر این تلاشش اینه که روابط ما رو به هم بزنه و در دل افراد دستهای بیاعتمادی بپاشه. قصورات و ضعفایی که در کلیسا، شکستها رو زیر ذره‌بین ببره و بزرگ جلوه کنه و هر از گاهی از این زبان کوچک که یعقوب در باب 3 میگه زبان کوچک که عضوی کوچکه در بدن اما مثل آتشی میتونه تمام بدن رو بیالایه، اون عالم رو ناراستی که به وسیله غیبت ها و شنیدن غیبت از اون کلیسا رو پایین میکشه. کتاب امثال چقدر زیبا به این اشاره کرده، کسی که نام
کسی هم که میشنوه میگه این خصیصه که کسی انجام میده مثل خوراک لذیذه، چه برای گوینده چه بیشتر برای شنونده. دیدیم وقتی به هم میرسیم شنیدیم چی شده؟ اصلا اون کسی که میشنوه و آمادگی داره خارش گوش داره اصلا نمیتونه این خوراک لذیذ، دهنش آب میافته نیست؟ آقا چی شده؟ از تمام این حرفه‌هایی که به کار می‌برن زن بیشترین هدفش اینه که کلیسای واحد و مقدس رو از احترام خودش، از عزت خودش، از جایگاه رفیع خودش پایین بکشه. و دومین هدفش اینه که اعضای فراخوانده رو تنها و منزوی کنه، کاری کنه که مردم خواهان پیوند با کلیسا نشن. در گوش یکی می‌خونه درگیر مسائل نشو، زیاد در جمع نرو، گاهی میری کافیه. در گوش یکی دیگه میخونه تعمید گرفتی، اوکی قبول شدی دیگه کافیه، ولی چی میری کلیساها؟ تازه میبینی که این زمان ها کلیسای مرعی اصلا داره منسوخ میشه، بیشتر سازمان ها، میتینگ ها، رسانه ها اصلا داره منسوخ میشه. تازه اگه کلیسایی هم باشه توش پر از بی‌محبتی و ریاکاریه. انسان با این چیزا آشنا هستیم و در نهایت فردگرایی و فردمهوری و بی‌تفاوتی رو که یکی از نشانه های عصر حاضره داره چطور در بدن مسیح اشاره میده. خیلی جالبه در دوران عهد جدید شدیدترین مجازاتی که پولس میتونست به یکی از اعضا اعمال کنه که اون را کلیسا برانه، دور کنید. و عجیب اینجاست که در این عصر عزیزان که خیلی از افراد داوطلبانه از کلیسا دوری میکنه. اگه امروز تو صادقانه به قلب خودت نگاه میکنی و میبینی که غیرت و اشتیاق خودتو برای کلیسای محلی از دست دادی، اگه بحث‌های بدبینی در دل تو کاشته شده، اگه فکر می‌کنی یه جوری اسیر فردگرایی شدی، تو خونت بشینی از طریق رسانه‌ها نگاه کنی، میتونم به تو بگم احتمالاً تو ماهیت وجودی کلیسا رو به عنوان یک بدن زنده هنوز نشناختی. آرسیسی گرون که خیلی سعی کردم اینو درست تلفظ کنم، یکی از نویسنده‌های نامی مسیحیه، بدون هیچ مدارایی از من میگه تصور اینکه خودتو منزوی بسازی و فکر کنی لازم نیست که عضو کلیسایی بشی و به صرف اینکه تعمید گرفتی فقط همین، گاهی بیای تو عضو هستی و فکر کنی که مسیحی هستی، خیلی واضح و روشن میگه یک تفکر شریرانه و ابلهانه است، چون ما فقط در مسیح، فقط در بدنش که هویت روحانی داریم. و همینطور از یکی دیگه از اعمال این گمراه کننده اینه که زیباترین فضیلت اخلاقی رو که وفاداریه که از مسیح نیست، از همون برد تولد بعضی شمعون کاشته شده از من، وفاداری و امین بودن برای خداوند و بدن مقدسش رو با سم بدبینی و تلخی و کدورت نابود کنه. من وقتی اینجا رسیدم یادم قدیم افتادم امشیا، یادتونه گفتن امشی نیست؟ این تصویر اومد تو ذهنم که سم میرفتن اونجا آفر فوری و عالی با سم بدبینی امشی بکنی دونه دونه به ایمان دارن اصلا خداییش. خود تک تک ما دلمون میخواد که مدام در خانوادهمون، با شوهرمون، با زنمون، مدام با بچه‌مون، با خواهرمون، برادرمون، مدام نگران بیوفاییشون باشیم. دلمون میخواد عزیزان هیچ عاملی مثل بیوفایی تیشه به ریشه روابط کلیسایی تا حالا نزده. پولس چقدر
به کلیسای افسوسیان خیلی زیبا شروع میکنه، میگه به مقدسین که در مسیح وفادارن. خیلی زیباست نیست؟ به مقدسین که در مسیح وفادارن. اگر تو در مسیح هستی عزیزان، در هر شرایطی وفادار خواهی بود. وقتی کسی رو دوست داریم، وقتی محبتش میکنیم، وقتی روش سرمایه گذاری میکنیم عزیزان، بزرگترین خواسته ما اینه که پاسخ ببینیم، با سایه محبت رو دریافت کنیم، اون شخص ارزشش رو بدونه، پاسداری کنه این محبت رو. وقتی نگاه میکنیم به رابطه خودمون با عیسی مسیح، شاهده این رابطه کلیسا به طور جمعی و به طور فردی با عیسی مسیح چیه؟ بنیانش رو چی گذاشته شده؟ که عیسی مسیح قول داده هرگز تو رو ترک نخواهم کرد. نیست؟ و ما با خیال راحت، به خصوص اونایی که در خط مقدم جبهه هستن، به این شبان نیکو، به این شبان عالیمون اعتماد میکنیم. تمام چالش های کلیسا رو، تمام تفاوت ها و تفت شدگی ها و تمام عناد ها رو، تمامی اون ضعف ها رو متحمل میشیم، چون مطمئن هستیم که او مایوسمون نمی کنه. عشق او امینه، محبت او وفاداره. آمین. حتی اگه ما امین و وفادار نباشیم در این سفر روحانیمون، او وفادار و امینه. خودمون بارها تجربه کردیم. حیف که خیلی زود یادمون میره. اعضای محترم کلیسا، خواهر برادر عزیزم، میخوام بگم وقتی کلیسا به پایگاه امن برای آرامی و امنیت نجات یافتگان تبدیل میشه، که اعضای اون افرادی باشن که قابل اعتماد، ثابت قدم، موافق هستین یک آمین جانانه بگین؟ آمین. در محبت، در صبر، اصلا در متحمل شدن، در تنش‌ها، در شدایده. یه چیزی میخوام بهتون بگم، عشقای مسیح که همیشه تا ابد آویزه گوشتون باشه، کلیسای خداوند یه ارکیده که زیبا و تزئینی در گلخانه نیست. نیست؟ که فقط یه دورش به چرخه آب پاش بدی، ازش مراقبت کنی، پشه نزنه اون، نمیدونم. نه، بلکه کلیسای مسیح خداوند مثل عیسای مسیح سوسنی در میان خارهاست. اگه تو تولد تازه داری، نه فقط تولد تازه، پیرو مسیح هستی و سرسپرده او هستی، تو سوسنی هستی در میان خارها، نه فقط در دنیا بلکه در کلیسا. در کلیسا با کلام خدا میگه بارها، و این خارهاست و واکنش ما به این خارهاست عزیزان، که مسیح خداوند از ما متجلی میشه. آمین. بیوفایی و احساس تعهد نکردن، احساس تعلق نداشتن، جز نابودی بدن عیسی مسیح هیچ نتیجه نداره، جز اینکه سلامتی و صلح از کلیسا گرفته بشه هیچ نتیجه نداره. چقدر زیبا اشعیا 26 میگه، ای خداوند، چقدر عاشق این دعام، ای خداوند، تو دل ثابت و وفادار رو در سلامتی نگه می‌داری در هر شرایطی. کلیسا عزیزم در تمامی جهان مایه شادی، دلخوشی و شعف عیسی مسیحه. در تمامی مخلوقاتی که در جهان آفریده شده، در کل جهان خلقت هستی، یک چیزه، فقط یک چیزه که قلب مسیح رو به وجد میداره، قلب مسیح رو پر از شعف میکنه، با اون کلیسای محبوبشه، اون عروس وفادارشه، کلیسایی که عزیزان هیچ وقت شادی و شعف تعلق داشتن و تعهد داشتن به کلیسا
تجربه نکرده با اطمینان میتونم بگم یکی از عالی ترین برکات زندگی مسیحی رو از دست داده. صرف اینکه تو به کلیسا بیای، هر از گاهی بعد خودتو بکشی در محدوده امن خود ساخته خودت، هیچ وقت اراده خدا نبود و نیست، چون خدا ما رو طوری آفریده در عیسی مسیح. ما دوباره خلق شدیم، دوباره آفریده شدیم، نیست افسوسیان میگه باب 2:10 به خاطر هم ظرفیت داریم، اصلا ظرفیت داریم که متحمل ضعف‌های هم بشیم، ظرفیت داریم که برای هم دعا کنیم، برای هم دیگر نیست نزد یک دیگه به گناه‌های هم اعتراف کنیم تا شفا بیابیم، یک دیگر رو در ایمان بنا کنیم، باعث تشویق و دلگرمی هم دیگه بشیم، یک دیگر رو محبت کنیم، به هم اعتماد کنیم. و این همه مواهب فقط در یه جا ریشه می‌گیره، مشارکت تک تک ما با سر کلیسا، مشارکت شخصی ما با مسیح. عزیزان ما هر ماه عشای ربانی داریم، نیست؟ تصویر خیلی با شکوهه از نان عشا، فقط نان عشا تصویری از ماهیت وجودی بدن مقدس عیسی مسیحه. وقتی بدن رو میخوریم و حیات رو شریک میشیم، این نان حیات رو، آمین، وجود امن و وفادار رو در ما جذب میشه، ما هضمش میکنیم، او وارد تار و پود وجود ما میشه. آمین. در واقع او از حریم ما زندگی میکنه، او از حریم ما حیات خودشو، اعمال خودشو نشون میده، چون ما در حیات عیسی مسیح سهیم شدیم. و یک حقیقت شگفت‌انگیز وجود داره عزیزان، ما فقط به اتفاق همدیگه تمامیت مسیح رو داریم. آمین. آمین. به اتفاق همدیگه، چون در نان عشا هر کسی به طور فردی قسمتی از نان رو برمیداره، شما همه نان رو برنمیدارید و هر یکی از ما سخت نیازمند اون تیکه دیگه یه نان شکسته شده که در بدن دیگه داره هضم میشه، جذب میشه، هستیم که سایر اعضای بدن مسیحه. آمین. آمین. ما به اتفاق هم از تمامیت و قرص نان برخورداریم، به اتفاق هم دیگه تمامیت حیات جذب شده در ما، تمام حیات مسیح در ما جذب شده و ما تنها وقتی که با هم دیگه هستیم، با تمام ضعفامون، با تمام تفاوتامون میتونیم مسیح رو آشکار کنیم. وقتی با هم هستیم مسیح در ما ساکنه. آمین. کلیسای حقیقی خداوند متشکل شده از افرادی که هر یک، هر کدوم به دعوت خودشون به عیسی مسیح برای انکار نفس لبه گفتن. کلیسای حقیقی مسیح متشکل شده از افرادی، از تک تک افرادی که با خوشحالی و داوطلبانه از هر گونه حق شخصی خودشون دست کشیدن. این راه مسیحه. آنهایی که پی زندگی های شخصی خودشون در وهله اول نیستن، بلکه در پی مسیح هستن. آمین. وقتی که مسیح رو میابن وارد حیات جمعی میشن. آمین. کسی که دنبال مسیحه بدن مسیح رو پیدا میکنه، مثلا به نظر وجود نداره این بدن، که این بدن جمعی که گاهی ضعیف میشه، گاهی حیاتش رو به افول میره، ولی عیسی مسیح این سرور کلیسا، این آرشیتکت کلیسا با دم هستی بخشش اونجاست که دوباره احیا کنه. آمین. دوباره بلند کنه، دوباره اون اقتداری که دشمن اومده و نیروهای اخلاقگرش اومدن ضعیف کردن، دوباره اقتدار ببخشه. از نگاه عیسی عزیزان کلیسای او زیباترین و عزیزترینه.
پولس سخت و به شدت طالب کلیسای خودشه. او به شدت بر تک تک ما اشتیاق داره. وقتی که او رو عزیزان، وقتی که او رو، فقط او رو میطلبیم، کلیسای او رو پیدا میکنیم، کلیسای او رو خواهیم یافت با تمامی جلال، با تمامی زیباییش. وقتی کلیسا رو میابیم، از خود عیسی رو میابیم با تمامی زیباییش، با تمامی جلالش، با تمامی اقتدارش، مخصوصا در اون سایش ها، مخصوصا در اون تنش ها، وقتی وفاداری، وقتی پایداری، بیشتر در اونجا به قدرت عیسی و غیرت عیسی به کلیسا بدن مقدسش پی میبریم. آمین داریم، پی میبریم که محبوب خدا هستی، تو عزیز کرده خدا هستی و خدا مخصوصا در سختی ها اینه تجربه میکنه، ما رو ترک نمی کنه. اگه سختی نباشه کجا بفهمی عیسی با توه؟ زندگی خود تو بکنی در ضعفای بیشمارمونه. وقتی اینجوری خیر خودمون رو میکشیم دنبال عیسیش، نایی نداریم، جونی نداریم من که او رو خدمت کنیم، اینقدر مایوس و کوبیده شدیم، اونجاست که میفهمیم عیسی با ماست. عیسی قدرت و اقتدار کلیسا و هرگز اون رو ترک نکرده و در هر شرایطی او رو بلند میکنه و ما در این محبت عیسی مسیح هست که نسبت به محبت هم دیگه رشد میکنیم. محبتی وقتی تجربه میکنیم، نمیتونم چه حالی هستیم وقتی همدیگر رو میبینین، اگه محبت مسیح تو قلبتونه بی اختیار نسبت به همدیگه شادی میکنیم، نسبت به اینکه اومدید کلیسا شادی میکنیم. داود میگه شادمان میشدم وقتی به من میگفتن دارم به کلیسا و قوم خدا میرم. این طور هستن، این گونه میشه که کلیسای محلی عیسی مسیح خداوند که مثل یک چراغدان طلا در دستای عیسی مسیح به شکل یک مظهری از سیمون شهر خدا، نه فقط شادی شعف دل عیسی میشه بلکه شادی کل زمین میشه. چقدر زیبا مزمور 132 آیه 13 و 14 این رو تصویر کشته، زیرا خداوند سیئون را برگزیده و رغبت داشته که منزلگاه او باشد، این است استراحتگاه من تا ابد، این است آرامگاه من. من میخوام آرامی بیابم در این بدنی که پاکسازی شده از هر غیبت، از هر چیزهایی که نمیذاره بدن مسیح متجلی بشه. خدا میاد، روح القدس میاد، نه فقط محصول نیست بلکه اونجا آرامگاه اوست، استراحت میابه. میگه اینجا منزل منه، اینجا آرامگاه منه، اینجا استراحتگاه منه که من اونو برگزیدم و رغبت دارم، میخوام در اون ساکن بشم. این از استراحتگاه من تا ابد و آباد. تمامی کلیسای محلی میتونن این واقعیت رو تجربه کنن که در روح آرامگاه خداوند هستن، مسکن خداوند هستن. آمین. کلیسا نه تنها مایه شادی مسیح بلکه پایگاه مرکزی عیسی مسیح خداونده، تا در چارچوب اون ما تک تک ما بتونیم یه خدمتی مؤثر داشته باشیم، با اشاره انجیل سلامتی نقشه خدا رو برای دنیا عملی کنیم. این کلیسای حقیقی و زنده است. کلیسا همینطور حافظ آیین‌های مقدسه، مثل عشای ربانی، تعمید در هفته دیگه داریم، آیین دستگذاری، آیین تقدیم کودکان. کلیسا من و تو حافظ این آیین‌ها هستیم. کلیسا مکانی هستن که ما افتخار شیرین و غرور آفرین رو داریم که یه ارتباط شخصی با عیسی و با همدیگه و خدمت به او رو تجربه کنیم. نمیدونم چقدر لذت میبریم از اینکه در مسیح رو خدمت میکنیم، مخصوصا در چالشان و همینطور با پشتیبانی مالی خودمون. عزیزان کلیسا رو میتونیم مؤثرتر خدمت کنیم، خدا رو مؤثرتر خدمت کنیم. متاسفانه بخاطر اینکه ما
مسیحی ها رویا و غیرت رو برای این مهم ندارن، نمیدونن ماهیت وجودی کلیسا چیه، کلیسا رو نمیشناسن، در نتیجه بدن مسیح به لحاظ مالی حمایت نمیشه، اندک رمقی داره، فقط یه جونی داره نیست که فقط بتونی ماهیانه یه جلسه بذاری یه روابط سطحی داشته باشه. و همینطور کلیسایی که از آن پولوس برای اون قرآن شالوده بنیاد اون، دوباره میگم در گروه رابطه شخصی تک تک ما با مسیح، کلیسای زنده کلیسایی که مسیح باید همه چی دور مسیح بگرده، مرکز مسیح باشه، تمامیت کلیسا باید عیسای مسیح باشه. اگه این باشه، اگه این باشه در نام عیسای مسیح، چنین کلیسایی باید بر دعا، پرستش، مخصوصا تعلیم و موعظه به صورت زنده بنیاد گذاشته بشه. چرا که کلمات حیات نزد خداوند ما عیسای مسیح هست. کجا بریم؟ کجا بریم عزیزان؟ کجا بریم؟ ما بدن مسیح هستیم عزیزان و دوست داریم که او با ما سخن بگه، حضورش رو در جمع احساس کنیم، در پرستش های جمعی او رو تجربه کنیم، ما قوم او هستیم، ما عروس او هستیم عزیزان و تمامیت موجودیت ما در اوست به خاطر ملاقات های شخصی که داره تمام اینا انجام میشه. و کسی که محبت مسیح در قلب او حاکمه، این محبت رو با سرسپردگی در کلیسای محلی خودش به اثبات میرسونه. در نتیجه ازم بخوام جمع‌بندی کنم در چند جمله، عیسای مسیح خداوند برای آشکار کردن جلالش، برای اینکه متجلی بشه در این دنیایی که روز به روز در بحران و ظلمت و متلاشی شدن داره میره، جایی رو پیدا کرده مثل کلیسا، جایی که از کسانی که از گوشت و پوست و خون اون هستن تشکیل بشه. آمین. آمین. جایی که از آن افراد زندگیشون تک تک اون پادشاه پادشاهان سپرده باشن و به نام محبت، وفاداری و عدالت گرد هم بیان و با تعهد و تعلق داشتن و غیرتی که برای مسیح و بدنش دارن نور جهان باشن. خدا اینطور تصمیم گرفته عیسی مسیح برای آشکار کردن جلالش در دنیای بی‌ایمان از فقط ما رو داره، فقط کلیسا رو داره، جایی که تک تک شما گوشت و پوست و استخونمون هستی. نمیتونم، میتونیم بفهمیم؟ آمین. که روح القدس نور جاری کنه و ادراک ذهن ما و ادراک قلب ما و ادراک احساسای ما تا متوجه بشیم عیسی مسیح خود رو برای آشکار ساختن جلالش در دنیای بی ایمان من و تو رو و کلیسا رو به طور جمعی انتخاب کرده. شهری که عزیزان اگه با هم متحد باشن در تعهد و تعلق و غیرت، شهری که بر تپه‌ای بنا شده مثل یک نور که هیچ قدرت ظلمت نمیتونه این نور رو خاموش کنه. آمین. هیچ قدرتی نمیتونه بر کلیسای این چنینی فائق بیاد. اگه ما از آن آگاه بشیم به ماهیت وجودی و راستین کلیسا که خواستگاه برحق عیسی مسیح بر روی زمینه، همگی ما از آن مثل یک بدن، مثل یک ارتش با تمام اشکالاتی که داریم، با تمامی خارهایی که داریم، گاهی همدیگر زخمی میکنیم، با همدیگه برای همدیگه میستیم و کلیسا هیچ وقت تضعیف نخواهد شد و هیچ دروازه دشمنی، هیچ مشورت شیاطینی و چنین کلیسایی که به آگاهی رسیده و جایگاه برحق کلیسا رو شناخته استیلا
ندا نخواهد کرد، چیره نخواهد شد. آمین. آیا باور میکنی عزیزان این حقایق ابدی رو؟ آمین که به کلیسای خودت اعتماد داشته باشی و حمایتش کنی. آمین که خودتو وقف او و بدنش بکنی، چون در این صورتی که تمام برکاتی که قبل از بنیاد عالم برای کلیسا آماده شده بهره‌مند خواهی شد. آمین که کلیسا برای تک تک ما مرکزیت داشته باشه، چون مقر پادشاهی خداوند ما عیسی‌ست، و باشه که کلیسا مایه شادمانی دل ما باشه. امروز خداوند کلیسا با کلیسا سخن گفت، اینو ایمان دارم. خداوند کلیسا در میان این چراغان تلاش خرامید، ایمان دارم. با افراد غیور صحبت کرد، با افرادی که بیروحن، سرد و بی‌تفاوتن صحبت کرد، با افرادی که ضعیف در محبتن صحبت کرد انسان، با افرادی که ناگهانه بدن مسیح رو احتمالاً تضعیف میکنن صحبت کرد، با افراد صحبت کرد که محبت نخواستین خودشونو یا اصلا تجربه نکردن یا داشتن از دست دادن، با عزیزان صحبت کرد که احتمالاً ماهیت وجودی کلیسا رو نمیدونن و از اون بیخبرن. و در این لحظه و حتی روزهایی که در پیش داریم ایمان دارم عزیزان که روح خدا حس الزام رو به تک تک ما میگه، این حس الزام رحمت خداست عزیزان، رحمت خداست که در قلبهای ما ایجاد میکنه. و در نهایت این حس الزامی که ایجاد میکنه که ما رو راه‌های راستی و حیات انتقال بده، جان ما رو برگردانه و دوباره به راه‌های خودش انتقال بده. آمین. باشه که معبد جان‌های ما استراحتگاه و آرامگاه خداوند ما عیسی مسیح باشه. به چند لحظه چشمای خودم رو می‌بندیم. آمین. به پدر عزیز مرسی، شکرت که تو ایمان دارم که تو امروز با بدن مقدس صحبت کرده. قبل از هر چیزی، قبل از هر دعایی خود من میخوام این اعلام اقتدارانه و عظیم تو رو روی کلیسای عزیزت اعلام کنم، که تو خودت، کلیسای خودت رو که پاره تن خودت بنا کردی، تو کلیسای خودت رو به وجود آوردی از وجود نازنین خودت، و اینو اعلام کردی که هرگز اون دروازه های جهنم، مشورت های شریر و تیرهای آتشین دشمن به این کلیسا اصابت نخواهد کرد. کلیسایی که خدا با خون و بدن ساخته. و همینطور ای خدا، من میخوام امروز در نام عیسی مسیح خدا من با واقعیت اعلام کنم اون دعای کاهنانه تو رو، اون دعای شفیعانه تو رو که با تمام خدا من هر وقت که باب 17 رو یوحنا رو خوندم، اون آتش و تشنگی تو رو، برای اینکه این دعا در زمین تو، در زمین نیکوی تو که تو آفریدی و آلوده شده به سقوط و بسیاری از ظلمت ها و گناه، آرزوتی که این دعا بشه و تو شبان اعظم گله که با خون ابدی خود تک تک عزیزان تو خریدی، خدا من ایمان دارم که این دعا از زبان تو جاری شده و انجام خواهد شد در کلیسای تو، که دعای تو این بود ایشان را، ای پدر قدوس، اینها را که به من داده ای، تک تک عزیزان تو خدا من، که هر کدوم شاید یکی پای تو، چشم تو، قلب تو، ناخون تو، هیچ کس کوچکتر یا بزرگتر نیست، ای خدا من همه عزیزان تو نور چشمی تو هستن و تو این دعا رو کردی، ای پدر قدوس، اینها رو که به من دادی به اسم خود حفظ کن در نام عیسی مسیح. تک تک اعضای کلیسا تو، اونایی که با بدن تو حقیقتا پیوند خوردن حفظ کن تا یکی باشن. عیسی مسیح رو حفظ کن تا یکی باشن، چرا که من و پدر یک هستیم. ای خدا من، چه دعای عظیمی، چه دعای عجیبی که ما میتونیم همجور که تو با پدر یک هستی، ما با هم یک باشیم.
من از جهان نبودم و نیستم. پس دعا میکنم به خدای پدر ایشان را به راستی خودت تقدیس کنی، چون کلام تو راستیه و امروز کلام تو رو شنیدم در نام عیسی مسیح. کلام تو کلام راستیه. عزیزان تو از هر بدی، از هر شرارت، از هر مشورت های دشمن در نام عیسی مسیح، از هر بیماری، از هر ضعف، ضعف جسمانی، ضعف روحانی، ضعف بدنی خدا حفظ کن، چون در نام قدوس عیسی این سرور سلامتی و پادشاه کلیسا طلبیدم و کلیسا بدن مقدس و زیبای او بگه